خب عمیانه نه. کاش این 110 نماینده مجلس به آقای فرهادی نامه نمی نوشتن. کاش روزنامه آفتاب یزد وابسته به دولت عکس دو شخصیت نازنین جامعه ایرانی رو چاپ نمی کرد تیتر بزنه دیپلماسی فرهنگی. یعنی اینها مجری یک دیپلماسی بودن که از طرف ایران اعمال شده، هیچ معنی دیگری نداره. عکس خانم انوشه انصاری و آقای دکتر فیروز نادری بذاره، از اونها از اقدام اونها به عنوان دیپلماسی فرهنگی یاد بکنه. و کاش آقای محمد جواد ظریف توییت نمی کردن و به شکلی خودشون رو مداخله نمی دادن در این کار، یک جوری وانمود نمی کردن که این کار کار ما بوده، کار وزارت خارجه بوده. و اتفاقاتی از این قبیل آدم رو مکدر میکنه. هم میانانم این تیترها رو نگاه کنید، تیترهایی که روزنامه نگاه کنید، این دیپلماسی فرهنگی رو خواهش میکنم نگاه کنید چقدر این عکس اون تیتراش زیرم بردارید، خواهش میکنم که قشنگ هموطنان ما ببینن. دیپلماسی فرهنگی یعنی این دو شخصیت نازنین جامعه ایرانی، یکی نابغه در کار دانش فضایی، یکی هم سکا خانم انوشه انصاری، خودش و خانوادهش، جمع افراد خانواده همه اینا از پیشگامان هایتک در ایالات متحده آمریکا هستن. عروس آقای حسین انصاری، یکی از شخصیت های به نام جامعه ایران، چیز بزنن دیپلماسی فرهنگی. یعنی این دو نازنین مجریان سود اینا اصلا خبر نداشتن از این، از این اتفاقاتی که بعد قرار بیفته. آقای دکتر تقی‌زاده بفرمایید. آقای میبودی، چیزایی که من نکاتی که حالا میگم شاید خیلی باب طبع شما نباشه، برای اینکه کاملا نگاه من با شما در این مورد متفاوته. من خیلی این خانم انوشه انصاری رو نازنین نمیبینم. البته ایرانی خوبی است، برای خیلی ها باعث افتخار، به عنوان یک ایرانی باعث سربلندی میشه، ولی ما هدفهای بزرگتری هم داریم. مسئله ایران، مسئله آزادی ایران و مسئله روبروی ما حکومت جمهوری اسلامی است. و برخلاف اینکه شما گفتید، ببخشید من این تلفنم رو قطع بکنم، برخلاف اینکه گفتید آقای ظریف مدعی این کار شده، نه، من باورم این است که آقای ظریف معمار این کار است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پشت این ماجرا بوده. برای من آقای جعفر پناهی خیلی محترمتره تا اسقرخان فرهادی. در شروع کار باور من این بود که این اسکار، همونطور که جایزه نوبل صلحی که به ایران داده شد، رنگ سیاسی داشت. اسکار سال هاست که سیاست زده شده. همه ما میدونیم که هالیوود با آقای ترامپ روی خوش نداشت و بسیاری از هنرمندان هالیوودی حتی تظاهراتی علیه ترامپ برپا کردن، از نیویورک تا لس آنجلس سخنرانی ها علیه او کردن و اسکار هم به نوعی در تقابل با ترامپ قرار داشت. اسکاری که به ایران داده شد، به اسقر فرهادی به خصوص داده شد، من فیلم فروشنده رو اولا دیدم. فیلمی نیست که خیلی دهانگیر باشه، چشمگیر باشه یا خیلی شما رو تحت تاثیر قرار بده. اسقر فرهادی در برخوردهاش با فیلم ها به سمت حکومت و سیاست و وضع موجود نمیره، در حالی که تو این وضعیته که مردم ایران نیاز دارن یک ورزشکار، نیاز دارن یک قهرمان، نیاز دارن یک هنرمند سینما، نیاز دارن یک شاعر بلند بشه در کنار خواسته های اونها بیسته، چون شکستن اینها دشوارتر از شکستن آدم های عادی است. یک تن اونها برابر هزار تن، ده هزار تن میتونه باشه، ولی وقتی اینها خودشونو به حکومت فروختن، به جای مردم در کنار حکومت قرار گرفتن، سخت دیگه اونها رو نازنین خوندن. من به این علت میگم خانم انصاری نازنین من نیست، برای اینکه همسو، همگام و داخل شکم لابی جمهوری اسلامی عمل کرده. این کار کاری بوده که سازمان داده شده از روزها قبل، اگر نه از هفته ها قبل، و نتیجه اسکار آشنا بوده، شناخته شده بوده. من نمیدونم این اسقرخان فرهادی واقعا کدام پیراهنش در کدام آفتاب با پیراهن خانم انوشه انصاری خشک میشد که حالا ارتباط داشته باشه. یک آدمی رو که فضانورد و تاجر هست به عنوان نماینده خودش انتخاب بکنه، در حالی که یقینا اسقر فرهادی میدونه هنرمندهای شناخته شده بسیاری در اروپا و آمریکا در تبعید زندگی میکنن که حداقل استحقاق این رو داشتن که فرهادی از اونها تقاضا میکرد، همون کاری که
قبلا عباس کیارستمی کرد به نمایندگی از او بوسکار برن و پیام مردم ایران رو برسونن به تو چه آقای اصغر فرهادی که علیه ورود ایرانی ها و یا تصمیم ترامپ به ورود شش کشور ابراز همدردی میکنی، فراموش میکنی که در داخل همون کشور ما مشکلاتی داریم با افغانی ها و جمهوری اسلامی اجازه ورود به اونها نمیده، فراموش میکنی صدها و هزاران زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی هستن. شما درست میگید آقای میبودی، آقای ظریف وقتی که اعلام میکنه تبریک میگم و این دیپلماسی جمهوری اسلامی هست، دیپلماسی فرهنگی هست، درست این هست. همین امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، خانم انوش انصاری در بیانیه‌ای که صادر کرده تقاضای جمع‌آوری $100 پول کرده برای تیتا پارسی و انجمن همکاری‌های به اصطلاح ایران و ایرانیان و مقیم آمریکا یا ایران و ایرانیان و آمریکایی‌ها، یعنی همون لابی شناخته شده جمهوری اسلامی که در کنار توافق اتمی قرار داشت و حالا دیگه جایی در کاخ سفید ندارن، جایی در کنگره ندارن و جای اونها از اونها گرفته شده. سیاست آمریکا تغییر کرده، ولی این جماعت جمهوری اسلامی، دولت و همینطور لابیگر اونها در واشنگتن همچنان حالا که دستشون از سیاستمدارها کوتاهه به دنبال هنرمندها رفتن و به دنبال تغییر وضعیتن اگر بتونن برای تبلیغ جمهوری اسلامی قدم تازه‌ای بردارن. و این خانم انصاری هم یقینا بعدش نمی اومد که اگر 20 میلیون دلار میره که بره در فضا گردش بکنه پول اندکی نده اصلا و بره در اسکار با آدم های شناخته شده عکس بگیره و تصویر او رو دوباره در دنیا منتشر بکنن. این جایزه بوده که او گرفته و هزینه که پرداخته این است که ضمن مخالفت با مردم کنار چیزی امضا گذاشته که سند لابیگرهای جمهوری اسلامی و آقای تیتا پارسی و همکاران اون هست. البته آقای نادری در این مورد ساکت بود، ممکن است که گول خورده باشه و همسو با تماسهایی که میگیرن، تدارکاتی که میکنن، کنار خانم انصاری قرار داده شده باشه، ولی این کار کاری است که سازمان داده شده. یقینا اصغر فرهادی هیچ کدوم از این دو نفر رو از نزدیک و از دور نمیشناخته، تلفن اونها رو نداشته و تماس با اونها نمیتونسته بگیره و تمام اینها با توصیه دولت و وزارت خارجه صورت گرفته، وزارت خارجه ای که هزینه های این اقدامات رو به تیتا پارسی و انجمن همکاری میپردازه. زمان میدونم حتی آقای فیروز نادری قرار نبوده بره رو صحنه، قرار بوده ایشون رو همراهی بکنه تو دم به اصطلاح در سالن اسکار و بعد این خانم انصاری بره و جایزه رو بگیره، ولی همه چی به همین. یعنی میخوام بهتون بگم که اینا بی خبر بودن، دست کم تو اونجا که من میدونم آقای نادری هم بی خبر بوده. فکر کنید یه نفر از اونور دنیا به شما زنگ میزنه که آدم معروفی هم از اسکار هم گرفته، از شما درخواست میکنه به عنوان یک شخصیت علمی جامعه ایرانی این کار رو به جای اون رو انجام بدید و شما بی خبرید. بعدش اتفاقاتی میفته که چشما باز میشه. همین که روزنامه در همون جا همون لحظه تیتر میزنه، روزنامه نزدیک به آقای محمد جواد ظریف عکس این دو نفر رو میگذاره، ازش به عنوان دیپلماسی فرهنگی یاد میکنه، مفهومش اینه که این کار ما بوده. ما یک دیپلماسی رو در آمریکا پیاده کردیم و جامعه آمریکایی و حکومت ترامپ رو در برابر یه عمل انجام شده قرار دادیم، آمریکا رو تحت فشار گرفتیم، هیچ معنی دیگری نداره. حالا امیدوارم، چون بعدا دیدم این رسانه های آمریکایی عملا سارای مجموعه گردآوری کرده بود از اظهار نظرهای بعدی که در رسانه های آمریکا شده بود و در برنامه های معروف پس برنامه آقای اوریلی بالاخره 11 میلیون بیننده داره دیگه، سفت و سخت چسبیده دارن و اون چی که در درون ایران داره میکسره، پایمالی حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فیلمسازانی که در زندان هستن. و سوال کرده بود آقای فرهادی اینا رو چرا نمیبینی؟ چرا علیه اعتراض نمی کنی؟ بعد سند نشون داده بود از دویچه وله مربوط به سال 2011 گویا که شما از حکومت ایران عذرخواهی کردی به خاطر ساختن فیلم. به روز وسوقی آقای بیزایی چرا نمیتونه تو امریکا کار کنه؟ چرا سوسن تسلیمی رو ممنوع کار کردی؟ چرا اون رو وادار کردی که از مملکتش فرار بکنه؟ یا بقیه این همه شعره، امیر نادری، آقای بهمن مقصودی، آقای دکتر هوشنگ، آقای اکرمی،
اینا رو دست کم به عنوان یک فیلمساز خب سوال میکردید چرا 3-4 میلیون هموطن شما باید بیرون از مملکتشون باشن و هرگز اجازه ورود به مملکت نداشته باشن؟ به نظر این در اولویت دیگه، در اولویت یک درخواست شهروند ایرانی است. دو تا زد بفهم. شما آقای میبودی پیشتر حتما به دفعات مراسم اسکار رو دیدید. وقتی یک هنرمندی نمیتونه در این مراسم شرکت بکنه، در ردیف نامزد هاست، احتمال میره جایزه ای ببره ولی قادر به حضور نیست، از یک همسنگ خودش دعوت میکنه. همینطور توزیع جوایز اسکار معمولا به برنده ها وسیله کسانی صورت میگیره که قبلا به این جایزه رسیدن. خب پرسش اینه که آیا اصغر فرهادی واقعا خیلی افتخار بیشتری برای ایران کسب کرده تا شهره آقداشلو؟ شهره آقداشلو هم برنده جایزه اسکار شده، به خاطر بازی کردنش هم برنده شده، رنگ سیاسی هم واقعا جایزه او نداشته. چرا نباید؟ اگر تو هنرمند و فیلمساز هستی، همونطور که به دفعات گفتیم، اگر واقعا ریگی به کفش نداری، از یک هنرمند ایرانی همتای خودت دعوت میکردی که تو رو نمایندگی بکنه. و نکته دیگه این است که واقعا در این مملکتی که 60% مردمش زیر خط فقر زندگی میکنن و مجموعه وضعیتی که ما داریم از ما یک تصویر نامناسب تو دل خودمون ترسیم میکنه، چه افتخاری داره اون ایرانی شکم گرسنه یا روزنامه نویس زندانی که از برنده شدن دستوری اصغر فرهادی اظهار غرور بکنه؟ من حتی اظهار ابراز احساس غرور هم نمی کنم. چرا؟ به هر حال یک ایرانی جایزه برده، ولی ای کاش این رو لجنمال نمی کرد، ای کاش اون رو لگدمال نمی کرد. چقدر بایست این جایزه برای اصغر فرهادی ارزشمند باشه که خودش رو تو دامن جمهوری اسلامی بندازه و اینطوری علم بکنه؟ چی برای اصغر فرهادی باقی میمونه؟ برای هنرمندانی مثل کیارستمی مردم شاید چندین سال دهه ها احترام قائل هستند، ولی وقتی که یک نفر به خودش اینطور لجن میپراکنه، طبیعتا نبایستی انتظار ارج بیشتر از اینی داشته باشه. من باز تاکید میکنم مسئولیت دارن قهرمان ها، استادان دانشگاه، چهره های شناخته شده، ورزشکاران معتبر، مسئولیت اونها به مراتب بیشتره از مسئولیت آدم‌های عادی. در این وضعیتی که مردم دچار مخمصه هستند، چهره‌های شناخته شده‌ای که در جامعه ما وجود دارن، من اسم نمیبرم برای اینکه فردا به اونها مهر میزنن این جاسوس اسرائیل، این جاسوس آمریکاست، این جاسوس غرب، این ضد انقلاب و غیره، ولی دیدیم در طول مسابقات ورزشی، در طول برخوردهای داخلی ایران، کسانی بودن که ایستادن و پاسخ مناسب از طرف مردم گرفتن. در این لحظه ها و روزهای دشوار تاریخ ایران، ورزشکاران، هنرمندان، کسانی که شناخته شده هستند، که اصغر فرهادی هم به حال قاطی اونها برخورده، دارای مسئولیت سنگین تری هستند و نباید فقط برای جیفه دنیا و گرفتن حمایت دولت و شاید اندکی زیر میز پول و درآمد خودشون رو اینطور آسون بفروشن. اگر تو قدرت داری، هنر داری و برای خودت میتونی اعتبار کسب بکنی، به اون نونی که از این راه میخوری قانع باش. چرا باید خودتو در دامن دولت بندازی؟ اینجاست که قضیه برای هر کسی که ناظر این قضیه است و دلسوز مملکتش هست مقدار زیادی دلسوزی درست میکنه. من طرفدار آمریکا واقعا نیستم، من طرفدار مملکت خودمم. اینو باید توضیح بدم. با خانم انوشه انصاری هم هیچ مشکلی ندارم. تا اونجایی که خانم انصاری در مراسم اسکار به آقای ترامپ انتقاد کرد و سیاست ممنوعیت ورود رو مورد انتقاد قرار داد، با اون هم باز مشکلی ندارم. خوشحالم از این هستم که او به هر حال یک ایرانی است که به فضا رفته و میشه به عنوان یک ایرانی برجسته ازش یاد کرد. این رو شروع برنامه هم گفتم. مشکل من زمانی با او شروع میشه که او بعد از این مراسم اسکار میاد در شکم جمهوری اسلامی خودش قرار میده، دست خودش رو رو میکنه، اعلامیه نایاک رو امضا میکنه که لابی جمهوری اسلامی است. من به خانم انصاری توهین نکردم، حتی به نایاکی ها هم هرگز توهین نکردم، ولی نمیتونم مانع از این بشم، خودم رو محروم بکنم از این که
وظیفه دارم معرفی بکنم چه باندی پشت سر جایزه اسکار از طرف جمهوری اسلامی هزینه میکنه، از جیب مردم خرج میکنه، آقای ظریف سازماندهی میکنه تا خانم انوشه انصاری بره برای جمهوری اسلامی تبلیغ بکنه، پای اعلامیه آقای تیتا پارسی رو امضا بگذاره و تقاضای 100 دلار کمک بکنه برای اینکه تیتا پارسی بتونه تبلیغات جمهوری اسلامیش رو ادامه بده. البته اینم بازی است، میلیون ها دلار از جمهوری اسلامی پول میگیرن. اون که خانم انصاری تقاضا میکنه به تیتا پارسی 100 دلار کمک بکنید، روپوش قضیه است. گفتن تا ماه ژوئن بیاید 100,000 دلار جمع بکنید. همین اعانه جمع کردن و چند هفته قبل هم داشتن که میخواستن 350,000 دلار جمع کنن. اینجاست که من همکاری هر کسی رو با جمهوری اسلامی با پرونده و تاریخچه جنایتبار و خیانتکار و فسادی که داره نمیپسندم، ولی حق دارم نظر خودم رو بگم، چنان که خانم انصاری و امثال او هم حق دارن هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. تشکر. درود بر شما. فهم درود بر شما آقای میبودی گرامی و درود به آقای دکتر تقی‌زاده گرامی. من سپاسگزارم از برنامه امروز و برنامه همینطور برنامه دیروز در این رابطه اسکار که آقای دکتر نورعلی‌ها و همینطور آقای دکتر تقی‌زاده امروز بیان کردن، در واقع حرفی دل ما رو زدن، ما دردمندان. آقای میبودی گرامی، مگه شما چند روز پیش برنامه‌تون پیشکش به اون دختر جوان مهندس کرمانشاهی نکردید؟ بله. چرا؟ درسته؟ بله. شما به راستی آقای دکتر تقی‌زاده فرمودن خانم انوشه انصاری برای دل خودش یه سفر فضایی انجام داده، آن هم در واقع برای شناسایی معرفی جمهوری اسلامی با اون نشان پرچم. شما فرمودید الان اینها در آقای دکتر نادری در مظلومیت قرار گرفت، در صورتی که نگاه کنید فیلم داره دست راست میکنه جایزه رو بگیره. نازنین ما احترام میذاریم، هموطن ما هستن، ولی به ما بفرمایید چه گلی به سر ما ایرانی ها زدن با اون وضعی که جوانهای ما اونجور در زندان ها از بین میرن، اونجور در ملای عام اعدام میشن، به ویژه در سر زنان ما چی میاد؟ به قول بانو شکور میرزادگی چه درود دارم بهشون، چی نوشته در مقالش؟ گواهای فرهادی، این چیزای شما گفتی در واقع مرگ خوبه برای هموطن؟ نازنینا چرا ما اینقدر ما رو بیهوش تشکر میکنم؟ لطف کرد آقای دکتر بفهمید. من مطلبی ندارم، ایشون نظرشون ابراز کردن و به هر حال تو این برنامه آزادی عمل وجود داره، همونطور که شما به دفعات گفتید با رعایت حق آزادی بیان و رعایت احترام نداشتن زبان تند، هر کس نظر خودش بگه. من همچنان با اون چی گفتم کاملا پایبندم. من واقعا خوشحالم که به خاطر خود خانم برنده جایزه صلح نوبل، اسمشون چی آقای میبودی؟ ایرانی خانم شیرین عبادی. شیرین عبادی، واقعا شیرین عبادی، من از این بیننده آخرمون قرض میگیرم این کلامو، چه گلی به سر مردم ایران زدی؟ از بابت اینکه برنده جایزه صلح نوبل شده، یه شخصیت جهانی شده، کدوم گام رو در جهت آزادی بیشتر در مملکت برداشته؟ هر از گاهی هر دو سال یک بار یک اعلامیه‌ای صادر کرده و روی 1,000,000 دلار جایزه خودش خوابیده. این جایزه رو باید کسی میگیره مثل نرگس محمدی که در تهران زیر فشاره. واقعا بایستی این فرصت ها در اختیار کسانی قرار بگیری و اگر قرار میگیره اونها استفاده کنن که در جهت خواسته ملت ایران کار میکنن. تشکر. درود بر شما. بفرمایید. سلام آقای میبودی. سلام بر شما. من مرداد آسمانی ام. بله مرداد آسمانی عزیز، خواننده نازنین، درود بر شما. درود بر شما مرداد جان. ما سراپا گوشی. امیدوارم همیشه سلامت باشین. برنامه‌هاتون رو دنبال میکنم همیشه. ممنونم. لذت میبرم از اینکه یک برنامه عادلانه بدون جبهه‌گیری، واقعا خوب و بد و با هم میگیم و این خودش به نظر من یه تمرینه. باید تمرین کنیم که بتونیم با هم گفتگو کنیم، نظر مخالف موافق همه رو گوش کنیم. آقای تقی‌زاده عزیزم که همیشه مورد احترام هستن و همیشه از کاراشون برماشون لذت میبریم. خدمت رو عرض کنم آقای میبودی که
من هم مثل شما این برنامه کار دیدم. از اونجایی که وصل میشه یک جوری به هنر، یه حس دوگانه خیلی عجیب آقای میبودی در خود من به وجود اومد. یکی این که افتخار این که به هر جهت نام ایران روی یک صحنه بینون مللی که میلیارد ها نفر این برنامه رو ببینن خب غرور انگیزه و خیلی آدم خوشحال میشه و اینو دوست داره و باعث افتخاره. اما اون بخش دومش که خیلی غم انگیز و ناراحت کننده، من فکر میکنم ملت ما یه ذره به اطرافشون نگاه کنن. خانم فروزان در اوج زیبایی، در اوج شهرت خانه نشین شد و دغمرگ شد. فردین عزیز در اوج شهرت و جوانی خانه نشین شد و دغمرگ شد. بهروز رسوخی در خارج از کشور مونده و اصلا اجازه ورود به مملکت خودش نداره. ما چطور وقتی که در سرزمین، من اصلا کاری با خانم انصاری حرفایی که زدن من کاری با اینا ندارم، من فقط میگم چطور میشه که ما ناگهان فراموش کنیم که این همه ایرانی برجسته و درخشان چه در زمینه هنری، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی در خارج از کشور داریم، اینها نه اجازه ورود به سرزمین خودشون رو دارن نه اجازه کار دارن. اگر ما واقعا با این مسئله ویزا دادن به یک تعدادی که یک عده‌ای که خیلی هم عزیزن، ایرانی ها باید همیشه همه جا ویلکام باشن و با عشق با ایرانی ها رفتار بشه، اما وقتی در سرزمین خود ما اینطور رفتار میشه، وقتی یه دختر مهندس رو میگیرن بهش تجاوز میکنن و باعث میشن که این دختر خودکشی بکنه، آخه این همه مشکل ما داریم. بعد حالا وقت بیاییم فقط بگیم من اعتراض کردم که نیومدم که چون ترامپ فلان حرف رو زد. آقا در سرزمین ما اگر من هیچ انتظاری از ایشون ندارم، ایشون اصلا حرف نزنه آقای میبودی، ایشون میتونه حرف سیاسی نزنه، مثل خیلی ها ممنوع کار نشه یا زندانی نشه، اما وقتی که خب بیا بگو من تشکر میکنم از تیمم، از همسرم، مثل بقیه. اگر آزادی رو ما این شکلی بیان میکنیم که در کشور آمریکا که پرچمش آتیش میزنن اونجا یا مرگ بر این مرگ بر اون میگن، پس من فکر میکنم آقای میبودی عزیز، جناب تغیزاده این نازنین، اگر ما بپردازیم این که چرا خب میشه اینجوری شد، چرا این با اینجور با ایرانی ها اینطور رفتار میشه، با چراش کسی کاری نداره، فقط میگن راه نمیدن. چرا راه نمیدن؟ چرا میگن راه؟ چرا با ایرانی ها اینطور رفتار میکنن؟ برگردیم به سال 56-57 ببینیم پاسپورت ایران کجا بود، ببینین پول ایران کجا بود. ما به اصل ماجرا نمیپردازیم. بعد آرتیست ما هم که من میگم خیلی هم افتخار میکنم که نام ایران همیشه درخشان باشه و در همه صحنه‌های بین‌المللی باشه، ولی فراموش نکنیم با خودمون چه کردیم، فراموش نکنیم که با آرتیستای خودمون چه کردیم، فراموش نکنیم که با آدمایی که به هر جهت نظر مخالف دارن با اون رژیم. خود شما آقای میبودی، شما تونستی بری ایران، تونستی اقوامت رو ببینی، اونها تونستن شما رو ببینن، جناب تغیزاده تونسته، من تونستم، من سر خاک مادر بزرگم نتونستم برم، نمیتونم برم، شغل من اینه، کار دیگه که بلد نیستم. حالا برم هم اونجا میگم خب بیا فلانی هم اومد، فلانی هم اومد. خب تشکر میکنم. آقای مرداد آسمانی، آهنگساز، خواننده، یکی از دلسازان‌های این دوران بعد از انقلاب در خارج از کشور، تشکر میکنم آقای آسمانی عزیز، ممنونم از شما. آقای تغیزاده بفرمایید. من مطلبی ندارم، ترجیح میدم که صدای بینندگان دیگری رو بشنوم. یه نکته رو گفت که سکوت، میگن یکی از مهمترین سخنرانی هایی که در دوره عمر نوبل شده سخنرانی بوریس پاسترناک، نویسنده کتاب دکتر ژیواگو بود، همیهنانم خودش نتونست بیاد، در سکوت اختیار کرد، ولی میگن در اون سکوت سخنانی بود که هنوز هم تاریخ وقتی میشنوه تکون میخوره. سکوت او نشانه بغض کهنه ای بود که در اتحاد شوروی وجود داشت و ترس ارعابی که مردم رو گرفته بود، یک نظام دیکتاتوری هولناک
که مردم رو یا منتقدین رو یا نویسندگان رو رمان پردازان رو وادار به ترس و سکوت کرد. خب درود بر شما، بفرمایید. آخرین تلفن آقای میبودی. قربان شما، بفرمایید. مهمان گرامی، من فکر میکنم این آقای فرهادی دور پر خودش رو نگاه نکرده. خانمی به نام گوگوش که ایشون 20 سال شاید هم بیشتر در خفقان و ترس و وحشت در ایران زندگی کرده و به ایشون اجازه خروج از کشور نمیدادن. ایشون میبایست این خانم رو کاندید میکردن برای گرفتن این جایزه. من نمیفهمم این فهم و درک این آقا که از ایرپورت میخواد بیاد بیرون، حتی از فرودگاه میخواد بیاد بیرون، مطمئن نیست که ممنوع خروج واقعا یا میتونه بیاد، و موقعی هم که میاد خارج از کشور مطمئن نیست که اگر بره در فرودگاه تهران میخوام دستگیرش کنم یا نه. البته تو اونجا که من میدونم آقای فرهادی گرین کارت داره، گرین کارت آمریکا رو داره. آقای دکتر تقی‌زاده بفرمایید. من از گرین کارت آقای فرهادی بی اطلاع هم، ولی همین تریتا پارسی که اعلامیه پیش دست خانم انصاری میگذاره برای امضا کردن، یقینا وسیله ای شده برای تامین در حدود 1000 گرین کارتی که در طول 3 سال گذشته آمریکایی ها به عوامل جمهوری اسلامی دادن. قانونی هست در آمریکا که سازمان CIA، وزارت خارجه میتونن با استفاده از اون قانون با دور زدن مراحل تشریفاتی برای کسانی که مورد نظرشون هست اقامت آمریکا بگیرن، و یکی از این مقیم ها پسر خانم معاون رئیس جمهور خانم ابتکاره که جز چریکایی بوده که سفارت آمریکا رو اشغال کرده. حالا پسرش در نتیجه همین بدبستان های دولت آقای اوباما گرین کارت گرفته و در آمریکا زندگی میکنه. چک بی محل میکشه و از طرف دادگاه مورد بازخواست قرار میگیره. این نوع بدبستان هاست، بازی هاست که ما رو به سرنوشت مملکت خودمون علاقمندتر میکنه، و اینکه بالاخره کی باید به این بازی مسخره ادامه بدیم، کی باید به خودمون برسیم، کی باید برخیزیم بیستیم در مقابل این حکومتی که ما رو قانع کرده، راضی کرده یا مجبور کرده به هر دریوزگی تن بدیم. و فکر نکنیم اگر این حکومت نبود واقعا به کجا نمیتونستیم برسیم. شما درست میگید آقای میبودی، اگر اسقر فرهادی سکوت میکرد به اون نشتر نمیزدن، اعتبارش هم بیشتر از امروز بود. آقای فرهادی نشون میده که اگر فیلمساز هست آدم عاقلی نیست. تشکر میکنم.